به نام خدا. قصه های 1001 شب، شب 75. درود به همراهان عزیز کانال راوی شب. دوستان جان، امشب یکی از شنیدنی ترین و جذاب ترین قصه از قصه های 1001 شب رو براتون روایت میکنم. حکایت قانم، فتنه و فتان. این داستان شیرین را از زبان شهرزاد قصه گو می شنوی. و اما ای ملک جوانبخت و ای همسر شایسته شهرزاد خوشبخت، حکایتی را که امشب حضورتان تعریف می کنم این گونه آغاز می شود. در روزگاران گذشته و در عهد بسیار قدیم، در سرزمین بیت المقدس بازرگانی بود بسیار توانگر و صاحب مال و جاه که نامش ایوب بود. این ایوب توانگر صاحب پسری بود بلند قامت و برازنده و صاحب جمال که صورتی چون قرص خورشید داشت و زمانی که به دنیا آمد همه گفتند ما تا کنون نوزادی بدین زیبایی ندیده بودیم. به این جهت بود که پدر نام او را قانم یعنی غنیمت گیرنده گذاشت. ایوب بعد از قانم صاحب دختری شد که او هم از زیبایی کم از برادرش نداشت. باز هم اطرافیان گفتند این دختر چون بزرگ شود زیباییش فتنه در عالم می اندازد. در نتیجه ایوب نام او را هم فتنه گذاشت. سالها گذشت، قانم و فتنه بزرگ شدند و گرد پیری بر رخسار ایوب نشست و آفتاب عمرش بر لب بام رسید و از دنیا رفت. ایوب از خود ثروت بسیار و کالای بیشمار باقی گذاشت که از جمله آنها 200 بار شتر خز و حریر و دیبا و مشک و عنبر و عود بود. چون 40 روز از مرگ ایوب گذشت و قانم مراسم کفن و دفن و ختم و چهل پدر را با جلال برگزار کرد، همراه کاروانی عظیم آن 200 بار شتر را از بیت المقدس به بغداد برد. از بخت خوش بدون حمله حرامیان و به دور از آفت باد و باران و طوفان راه ها را در نوردید و بعد از 40 روز به بغداد رسید. تجار بغدادی که از دیرباز ایوب بازرگان را می شناختند، قدم پسرش را گرامی داشتند و با اینکه تقریباً 80 روز از مرگ ایوب گذشته بود، در بغداد هم مراسم یاد بودی برپا داشتند. قانم در یکی از محله های عیان نشین بغداد خانه مجلل برای خود اجاره کرد و در کف اتاقها فرشهای ابریشمین گسترد و بر در و دیوارش پردههای دیبا و بلورین بیاویخت. در ضمن حیاط خانهش به قدری بزرگ بود که آن 200 بار شتر را در گوشهی چید و به سرعت سراسر بازار بغداد با خبر شدن که قانم پسر ایوب تاجر با انواع خز و حریر و دیبا وارد بغداد شده. هنوز چند روزی نگذشته بود که واسطه ها دست دسته به سراغش آمدند و اکرامش نمودند و باز هنوز هفته به پایان نرسیده بود که تمام 200 بار شتر کالایش را خریدند و چون قانم سکه های دریافتی از خریداران را شمرد، دریافت که 2 برابر بیشتر از قیمت کالا سود برده. قانم بسیار خوشنود گشت و تصمیم گرفت 1 سالی را در بغداد بماند و در کار تجارت سرزمین بین النهرین تحقیق کند و از بغداد کالا به سرزمین شامات و بیت المقدس و شمال آفریقا ببرد. به این جهت روزها به بازار قیصریه بغداد می رفت و در حجره بازرگانان می نشست و به مطالعه و تحقیق می پرداخت. تاجران بغدادی که قانم ایوب زاده را تاجری ثروتمند و بازرگانی جوان و خبره می دانستند، به او احترام بسیار می گذاشتند و هر روز و هر شب به خانه خیش به مهمانیش می بردند. تا اینکه روزی چون به بازار آمد همه دکانها را بسته دید
و بوی مرگ و عزا در بازار به مشامش رسید. چون علت را جویا شد فهمید که یکی از تجار عمده بازار قیصریه به رحمت خدا رفته. لذا به خانه تاجر در گذشته رفت و همراه جنازه و همراهان راهی گورستان بیرون شهر شد. بعد از به خاک سپاری جنازه، خانواده عزادار به رسم و آیین خیش بر سر گور بساط شام و پذیرایی چیدند و بعد از صرف شام تصمیم گرفتند که در شب اول قبر مرده را تنها نگذارند و تا صبح بر سر گورش بنشینند و نوحه بخوانند. قانم به خاطر آنکه در خانه اش کسی را به مراقبت نگمارده بود، از بیم دست برد سارقان، از صاحب عزا اجازه گرفت و رو به سوی خانه خود گذاشت. از قبرستان تا دروازه شهر راه درازی بود. قانم آن فاصله را شتابان آمد تا به دروازه غربی شهر بغداد رسید. اما دروازه را بسته دید و هرچه به دروازه بانان التماس کرد، اجازه ورود به داخل شهر را ندادند. آن شب از شبهای سرد آخر زمستان بود که غانم در بیابان بیرون دروازه غربی سگان گرسنه را به دور خود و سایه شغالان را از دور می دید و زوزه گرگان درنده را می شنید. لذا با خود گفت: من ابتدا از بیم دست برد مالم از آنجا بیرون آمدم، اما اکنون از ترس جانم دنبال سرپناهی می گردم. به هر حال ترسیده و هراسان این سو و آن سو می دوید که قبرستان دیگری را یافت. آنگاه بود که قانم با خود گفت: شاید در این قبرستان مأمن و سرپناهی بیابم و بتوانم شبم را صبح کنم. او در داخل آن قبرستان متروکه مقبره یافت که در هر چهار سو دیوارهای بلندی داشت. قانم وارد مقبره شد و در را پشت سر خود بست. در وسط مقبره درختی ستبر با شاخه های قطور و پربرگ دید. تصمیم گرفت در گوشه ای از مقبره شب را به صبح برساند که ناگهان صدای همهمه ای شنید و فهمید عده ای دارند به سوی مقبره می آیند. قانم از ترس بر بالای درخت وسط مقبره پرید و خود را لابلای شاخه های آن پنهان کرد و از بالای درخت دید که سه نفر دارند به سوی مقبره می آیند. یک نفر در جلو که تیشه و فانوسی در دست داشت و دو نفر در عقب که صندوقی را روی دوشهای خود حمل می کردند. دو نفری که از عقب می آمدند به مرد جلویی تیشه دار گفتند: هی اسفت بیست، ما غروب که از اینجا بیرون رفتیم در مقبره را باز گذاشتیم، اما اکنون می بینی که در بسته است. آیا فکر میکنی ممکن است کسی داخل مقبره برای استراحت شبانه رفته؟ اسود گفت: شما جعبه را زمین بگذارید و دوتایی قلاب بگیرید تا من از دیوار بالا رفته و به داخل مقبره دویده و در را باز کنم. اگر کسی داخل مقبره باشد مطمئن باشید که حریف ماسه غلام زنگباری نخواهد شد. آنگاه کافور و الماس دو غلام سیاه دیگر قلاب گرفتند که اسود خود را بر بالای دیوار رساند و گفت: کسی در اینجا نیست، حتما عده‌ای آمده بودند و هنگام خروج در را باز گذاشتند. آنگاه پایین پرید و گفت: وارد شوید. کافور و الماس وارد شدند و صندوق را بر زمین نهادند و گفتند: یادت باشد بقیه کارهای سخت امشب با توست، چون تو در طول راه فقط یک فانوس و یک تیشه در دست گرفتی. ما خسته ایم و میخواهیم استراحت کنیم. کندن زمین از حالا به بعد و چال کردن این صندوق با تو. کسوت گفت: فعلا نباید عجله کنی. ابتدا میروم و سردابه را وارسی میکنم. اگر درش باز نبود آن وقت با خیال راحت دو سه ساعتی استراحت میکنیم و چون شب از نیمه گذشت مشغول کار خواهیم شد. آنها همه جای مقبره را زیر و رو کردند و کافور و الماس گفتند: ای زنگی راحت طلب، دو سه ساعت تو راست راست راه رفتی و ما عرق ریزان این صندوق را به دوش کشیدیم. حالا تو دو سه ساعت بیدار باش و مراقبت کن تا ما چشمی روی هم بگذاریم. به این ترتیب کافور و الماس خوابیدند و اسود هم زیر لب بنای زمزمه گذاشت. قانم بیچاره هم بالای درخت نفس در سینه حبس کرد و به شاخه‌ای چسبیده بود
که ناگهان اسود فریادی کشید و گفت: بس هست خورخورتان گوشم را کر کرد. بلند شوید که کندن چاله 2-3 ساعتی وقت می گیرد. ما سپیده نزده باید به قصر امیر برگردیم. کافور و الماس رفتند و در سردابه را باز کردند و 2 بیلچه آوردند و اسود در همان پای درخت شروع به کندن زمین کرد تا اینکه گودالی عمیق حفر شد. در این موقع الماس گفت: من با تمام بیرحمی و دلسختیم دلم راضی نمی شود که این صندوق را داخل این گودال بگذارم. و اسود جواب داد: یادت باشد پادشاه از بین ما مرا به ریاست شما 2 غلام برگزیده. الان هم که ملکه چشم انتظار رفتن ماست. اگر سرت روی تنت زیادی می کند، مختاری که در چال کردن این صندوق همکاری نکنی. فقط یادت باشد ملکه خیلی راحت دستور می دهد که توی بیچاره را تکه تکه کرده و تکه های تنت را جلوی گرگ های گرسنه بیاندازند. خلاصه سپیده در حال دمیدن بود که صندوق را چال کردند و اسود گفت: برویم که دارد دیر می شود. و به این جهت سپیده نزده 3 غلام سیاه شتابان از مقبره خارج شدند و غانم از بالای درخت مدتی آن 3 غلام را نگاه کرد و چون مطمئن شد که آنها رفتند از بالای درخت کوفته و خسته پایین آمد و به سوی سردابه مقبره رفت و یکی از بیلچه ها را بیرون آورد و آن گودال را باز کرد. اما بعد از قدری فکر کردن با صدای بلند به خود گفت: میخواهم چه کار؟ و فرض که داخل آن صندوق پر از سکه های طلا باشه. من که اکنون مانده هم با سکه های طلای خود چه کنم؟ این طلا و جواهری که بوی خیانت و جنایت از آن به مشام میرسد به چه درد من میخورد؟ نه، مرا با سکه های این صندوق کاری نیست. همون بهتر که زودتر به سرای خود برگردم. به این جهت دوباره به طرف سردابه رفت و بیلچه را سر جایش گذاشت و از مقبره بیرون آمد و به جانب شهر روان شد. چون قصه به دینجا رسید و شهرزاد نظری به چهره سلطانش انداخت و وی را در خواب فرو رفته دید، لب از سخن فرو بست و به سوی خوابگاهش روان شد. پایان شب 75